به تازگی و بعد از دور اول انتخابات ریاست جمهوری، سینا ولی‌الله مجری و تندپرداز سیاسی اجتماعی طی استوریای جنجالی به شیوه خودش شخصیت و اهداف سعید جلیلی و مسعود پزشکیان رو نشونه گرفت و حرفهای عجیبی رو بیان کرد. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی راهی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. کسانی که به باور فعالان حقوق بشر سابقه سیاهی در نقض حقوق مردم ایران دارند. با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1403 از سمت ستاد انتخابات وزارت کشور در مجموع حدود 24 میلیون رای به صندوق‌ها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر 40% اعلام شد. بر اساس این آمار، پزشکیان با حدود 10 میلیون رای و جلیلی با حدود 9 میلیون رای راهی دور دوم شدند. اما در این بین سینا ولی‌الله، طنز پرداز سیاسی اجتماعی که مدتی قبل برنامه چند شنبه با سینا اون به خاطر همکاری عربستان سرمایه گذار این برنامه با جمهوری اسلامی از روند تولید ایستاده، طی استوری هایی که عدم حضور گسترده مردم در انتخابات رو مسخره کرده و گفته عکس‌های آدامس خرسی و خروس نشان یا حتی سگ خونگیش بیشتر از کاندیدای ریاست جمهوری رأی می‌گرفتن. یعنی عکس آدامس خروس نشان هم من می‌ذاشتم از اینا بیشتر رأی می‌آورد. حالا دیگه چه برسه به آدامس خرسی. من حاضرم شرط ببندم عکس همین هاپوی استوری قبلی رو هم بذارم به اندازه همشون با هم رای میاره. اینجوریه حضور پرشور. اینه شما خودتون بگید به ایشون رای میدین یا به اون جانیای راهزن. اون توی استوری دیگه در واکنش به خبر شبکه ایران اینترنشنال که گفته بود سعید جلیلی و مسعود پزشکیان چه نسبتی با حقوق بشر دارن نوشته، جفتشون با جناح‌های حقوق بشرن. اما واقعا این دو کاندید ریاست جمهوری چه نقشی توی پایمال شدن حقوق بشر ایرانی‌ها داشتن؟ نگاهی به سوابق این دو نفر که قراره یکی از اونها به عنوان رئیس جمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب بشه نشون میده اونها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سمت ماموران سرکوبگر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو باشند، برای رئیس جمهور شدن خیز برداشتند. توی کارنامه پزشکیان سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رئیسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا یا زیبا کاظمی عکاس روزنامه‌نگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجهش از مهمترین تلاش‌هاش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن شد. پزشکیان توی دهه 80 در یکی از گفتگوهای خودش به سابقش در اجرای انقلاب فرهنگی هم اشاره کرده و گفته انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و بعد از اینکه چپ‌ها رو از دانشگاه بیرون انداختن شروع شد. اون در این باره گفت انقلاب فرهنگی از دانشگاه ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی اومده بود سخنرانی کنه. چپی‌ها جلسه ما رو به هم زدن. ما دانشگاه رو بستیم و اونها رو بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسیه ما حرف خودمون رو میزنیم. شما حرف خودتون رو بزنید.
چرا جلسه ما رو به هم میزنید؟ این برخورد غیر منطقی اونها باعث شد دانشگاه رو ببندیم. به گفته اون در ادامه با پیام روح الله خمینی دانشگاه ها بسته شدن. پزشکیان روز 31 شهریور 1401 درباره معترضان توی جنبش زن زندگی آزادی گفته بود اینکه عده‌ای توی خیابون ریخت و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هن که از اون طرف آب درس گرفت و از این غلط ها می کنن. اون این اعتراضات رو هدفمند و کار دشمن خوند و آمریکا و اروپا رو مسئول این دونست که کشور به چنین روزی رسیده. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال توی یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی بعد از قتل مهسا یا ژینا امینی گفت که دعوا و به جون هم افتادن نمیتونه موجب رسیدن به حق و عدالت بشه و حفظ اسلام و دین امری مهمتر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشت ها و اخراج استادان و دانشجویانه. پزشکیان روز 27 خرداد امسال در جریان برنامه‌های انتخاباتیش درباره اعتراضات سال‌های گذشته مردم توی ایران گفت عده‌ای دنباله تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند. سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که اون سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران رو داره که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامته. به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سمت نماینده دیگری یا سلمان خدادادی هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهمه. جلیلی از نزدیکان خامنه‌ایه که در 20 سال گذشته توی شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته میشه. در سال 1389 در زمان دبیری جلیلی توی شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز اجرایی شد. اون 4 سال بعد در اظهار نظری گفت که دلیل حصر این افراد تلاش اونها برای شکل دادن به فتنه جدید بود. در اردیبهشت 1393 هم دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسه‌ای با حضور جلیلی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند. فیلترینگ اینترنت و قطعی اون در سالهای اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشه، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیر نظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشت شده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانه‌ها، کشته شدن غیر نظامیان توی خیابون و شکنجه اونا به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت. جلیلی در آذر 1393 اعتراضات سال 1388 رو فتنه 88 نامید و گفت توی 22 بهمن 1388 تونستیم فتنه رو جمع کنیم. در شهریور 1388 فهرستی شامل نام 72 تن از کسانی که در خشونت‌های نیروهای امنیتی و انتظامی بعد از انتخابات کشته شدند به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. شهرام فرجزاده، سید علی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادی راد، مصطفی کریم بیگی، محمد علی راسخی نیا، جهانبخت پازوکی و امیر ارشد تاجمیر شماری از شهروندانی بودند که توی این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. جلیلی توی مرداد 88 از طرف خامنه ای اعلام کرد که اون دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک رو صادر کرد، در حالی که متهمان این پرونده از مجازات در خور مسئول مونده. بازداشتگاه کهریزک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی ایران توی شکنجه و قتل معترضان بازداشت شده بود. سازمان عدالت برای ایران
قبل از این در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاست جمهوری توی ایران به نقش سعید جلیلی در قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان 98 به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. در دی ماه 1396 هم فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد. جلیلی بعد از اعتراضات دی 1396 به عنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این شورا گفت: ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن 96 درگیر فتنه زردیم. این چهره مطرح ناقض حقوق بشر توی ایران یک سال بعد از قتل مهسا یا ژینا امینی توی بازداشت گشت ارشاد کشته شدن اون رو فوت خوند. اون خطاب به معترضان گفت: وقتی برای فوت یک خانم ابراز ناراحتی میکنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم میکنید؟ اون در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بار دیگه بر جنگ خیابونی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد. قانون رو فصل الخطاب خوند و گفت: مادامی که حجاب قانونه باید اجرا بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد،